پس عزیز من توجه بکن، فکر نکن که این زن که آزار و اذیت میداد راه آسانترش را من بلد هستم طلاق میدم. نه، طلاق راه حل نیست. ابغض الحلال الى الله الطلاق. شیئی که حلال باشد منفور خدا باشد. طلاق حلال است ولی منفور خداست. خدا حلال قرارش داده، هیچ حلال را خدا نگفته که من منفور از من از من. من از اون حلال نفرت دارم، ولی الله میگه از طلاق که حلال است من نفرت دارم. پس رای حل این نیست. حتی در حدیث می آید، امام مسلم این حدیث را می آورد که شیطان تخت دارد، روی بحر گذاشته، سر اون تخت نشسته است. تمام این کسایی که عضوش است و کسایی که به شیطان کار میکنن، شاگردان شیطان است، فرزندان شیطان است، اینها رو میفرستند که برو مردم رو فریب بدهین، برو بین مردم رو به اغوا بکشانین. میگه وقتی میاین بچه های شیطان، شرکای شیطان، دوستان شیطان، رفقا و شاگردای شیطان شروع میکنن به این که مردم رو یکی متوجه دزدی میکنه، دیگر را متوجه بی‌نمازی میکنه، دیگر را وادار میکنه که قمار بزنه، دیگر را وادار میکنه که خیانت بکنه، دیگر را وادار میکنه سود بخوره. وقتی اینها همه برمیگردن به سمت شیطان میرون، اونجا که میره شیطان پرسام میگه چی کار کردی تو؟ میگه من سر فلانی دزدی کردم. میگه تو کار نکردی، تو چی کار کردی؟ میگه فلانی را سرش سود خوراندم. میگه کار نکردی، تو چی کار کردی؟ من فلانی را برای سرش رشوت خوراندم. شیطان یکیش اونجا استاد است، از او پرسان میکنه شیطان تو چی کار کردی؟ میگه من چنان در بین زن و شوهر مشکلات ایجاد کردم، اونها را طق نکردم تا اینکه در بینشان طلاق صورت گرفت. شیطان از جای خود بلند میشه، ایره طلب میکنه، در آغوشش میکشه، میگه بهترین کار را تو کردی، بهترین کار تو کردی. پس عزیز من، هر وقتی که جنجال در خانه صورت میگیره، هر وقتی که بین زن و شوهر مشکل پیدا میشود، فکر نکن که این خانه دیگه اینجا رحمت میبارد. نه، شیطان داخل شده، شیطان شعله ور میکند. گاهی وقت چنان تیز و تندی از هر دو طرف شروع میشه، این به پدر اون حواله میشه، اون به پدر این حواله میشه، آخر که به جایی میرسه که این موی از او را گرفته و دیگه گریبانش را گرفته، یاریشش را گرفته. این رای حل نیست. باید از محمد امین صلی الله علیه و سلم آموخت. پیامبر صلی الله علیه و سلم با عایشه چی میگوید؟ عایشه جان، وقتی که تو سر من قهر میشی، وقتی که سر من غضب میشی، من میفهمم. وقتی که تو از من خوش باشی هم میفهمم. گفت یا رسول الله چیگونه میفهمین؟ چی وقت من سر شما غضب میشون؟ گفت عایشه، وقتی تو سر من قهر باشی، باز وقت قسم بخوری چی میگی؟ میگی قسم به پروردگار ابراهیم. ولی وقتی از من خوشحال باشی، باز قسم میخوری، قسم به پروردگار محمد صلی الله علیه و سلم. عایشه گفت یا رسول الله، بله حقیقت را گفتیم، ولی یا رسول الله چنان دوستتان دارم، چنان دوستتان دارم، و فقط خشم من که زیاد گل میکند، من کار میکنم فقط نام شما را تق میکنم، ولی محبت شما به قلب من موج میزند. ولی رسول صلی الله علیه و سلم در برابر عایشه تحمل میکند. حتی یک روز یکی از امهات المؤمنین از زنان پیامبر کاسه غذا میفرستد. در بین انباق ها مشکلات هست در هر خانه، یکی از امهات المؤمنین و از ازواج مطهرات غذای به پیامبر میفرستد. رسول خدا مهمان هم دارد، اصحاب پیامبر هم هستند. وقتی این غذا میآید به پیش رسول صلی الله علیه و سلم گذاشته می شود، عایشه خبر می شود که این نان از خانه فلانی زن پیامبر آمده. چنان سراسیمه میآید، با لگد میزند، هم کاسه میشکند، تمام نان ها هم تیت میشود. اگر در همین حال ما تو باشیم چیکار میکنیم؟ اگر در همین حال همون صوفی ما، شیخ ما، مولانای ما، حافظ ما، تبلیغی ما، حاجی ما باشه، چی برخورد میکنه؟ شاید اولین کاری که بکند زبانش هم طلاق بیرون شود. شاید اولین کاری که بکند یک مشت لگد بزند. شاید از خانه بیرونش کنه. شاید تماس بکشد بیا ببر این دخترت را، دیگر کار من نیست. رسول صلی الله علیه وسلم چی میگه؟ فدای تو شوم یا رسول الله. چه معلم بودی، چه معلم دلسوزی بودی، چقدر صبر و حوصله داشتی، از چه اخلاق بالایی برخوردار بودی. رسول صلی الله علیه و سلم چی میگه؟ دم توجه کنیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه مادرتان خفه شده، مادرتان خفه شده. با دستان خودش رسول صلی الله علیه و سلم نانها را میچینه، به یک جا جمع میکنه، میگه مادرتان خفه شده، مادرتان خفه شده.
این برخورد رسول صلی الله علیه وسلم در برابر همسرانشان بود. تقریبا رسول صلی الله علیه وسلم از خدیجه 25 سالگی ازدواج کرده تا 63 سال شما شمار کنین که چند سال می شود. در همین قدر سال رسول صلی الله علیه وسلم 11 زن داشتن. حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها می فرماید در تمام زندگی رسول خدا دست خود را سر یک همسر خود بلند نکرده. سر یک همسر خود بلند نکرده. فکر می کنین اونها با پیامبر صلی الله علیه وسلم تند و تیز نمی گفتن؟ یک روز حضرت عمر چیزی به زنش گفت، زنش سخن حضرت عمر را رد کرد. حضرت عمر گفت تو سخن من را رد میکنی؟ زن حضرت عمر گفت ای عمر، از تو بالاتر و بهتر از محمد صلی الله علیه و سلم. زنانش گاهی بر سخن او را رد میکنه. ببین عزیز من، سب پاداش صبر و بردباری در برابر اذیت و آزار زنان. حضرت زکریای پیامبر آیه ای که را در آغاز برایتون خواندم، آن قدر زنش اذیتش میکرد با زبان، آن قدر اذیت و آزارش میداد با زبان که الله در قرآن چی میگه؟ و اصلحنا له زوجه. ما این پیامبر خدا را، زنش را برای صالح گردانیم، اخلاق زنش را درست کردیم. حضرت مفسرین حضرات میگویند خیلی اذیت میکرد با زبانش این پیامبر خدا را که حضرت زکریا بود، ولی اونها صبر میکردن. ولی یک جمله جالب دیگر به شما بگویم که خیلی جالب است و خیلی قیمتی است. فضیل ابن عیاض می فرماید، فضیل ابن عیاض رحمت الله علیه یکی از بزرگان دین است، یکی از اولیای الهی است، میگه هر وقتی که می دیدم زن من نافرمان شده، هر وقتی می دیدم حیوانی که داخل حویلی دارم نافرمان شده، هر وقتی که می دیدم فرزندان من نافرمان شده، می دانستم که من از فرمان الهی سرکشی کردم. یک بار خوب بگو الله اکبر. خیلی توجه کن، انبیا دیوار بکن، انبیا معصوم بودن، اونها این مشکل را نداشتن، اونها به خاطر این بودن معلم بشریت بودن، اونها خطشان جدا هست. اما عزیز من، یک حکم اکثری وجود دارد. هر وقتی دیدی اگر زن خوش اخلاقت در داخل خانه یک بار میری که کاملا تغییر کرده اخلاقش، زبانش تغییر کرده، بد اخلاق شده، برو عزیز من خودت را یک ارزیابی بکن که چی نافرمانی خدا را کردی که زن امروز نافرمانی تو را میکند. چقدر امروز خدا را به خشم آوردی که امروز زن تو را به خشم آورده؟ حضرت امام عبدالوهاب شعرانی رحمت الله علیه میگه ام عبدالرحمن زنش را میگوید، میگه ام عبدالرحمن یک روز میرفتم میدیدم که اخلاقش کاملا تغییر کرده، بد زبان شده، بد اخلاق شده، تون زبان شده، سخنهای رکیب به من میگوید. میگه من میرفتم سر به سجده میانداختم و گریه میکردم که خدایا هر گناهی کردم مرا ببخش، هر گناهی کردم مرا ببخش، من میدانم که امروز نافرمانی تو را کردم که زن من نافرمان من شده. این سخن را خیلی دقت بکنید. امروز جوان رفته گناه میکند، امروز جوان رفته هزارها خطا میکند، جوان رفته هزارها گناه پتو پنهان میکند. وقتی داخل خانه میآید میبیند که همسرش دیگه اخلاقش بر هم خورده، تون زبان شده، شروع میکند که من از روز تو را گرفتم خیر ندیدم، تو را رها میکنم، صدها تا دختر مرا دوست دارد، صدها دختر با من ارتباط دارد، مشکل من ندارم، هزارها دختر مرا میگیرد. نه عزیز من، اگر صدها دختر را به زندگی خود بیاوری تا زمانی که بنده الله نشوی زن از تو اطاعت نمی کنی، تا زمانی که بندگی به الله نکنی، اطاعت به الله نکنی، زن اطاعت از تو نمی کنه. من گفتم انبیا در وسط نیاوری، اونها جدا هست، قضیه اونها جداست، اونها معصوم بودن. ولی این حکم کلی هم نیست که همه این گونه باشد، ولی اکثریت عزیز من این گونه هستند.